اینها تصاویر مذهبی هستند که در خیلی از خانه‌های مردم اوکراین به چشم می‌خورند. این شمایل‌های مقدس به خصوص در غرب کشور خیلی رواج دارند که در بعضی از خانه‌ها روی دیوار یا قفسه هر اتاق دیده می‌شوند و مردم اغلب آنها را به عنوان هدیه به دوستان و اقوامشان می‌دهند. ولی این شمایل‌ها متفاوتند. آنها روی سنگ‌های کوهستان نقاشی شدند. ایگور یوری از شهر لویو بیش از 15 سال است که سنگ‌های ساده‌ای را که از کوه نزدیک خانه‌اش پیدا می‌کند به این نمادهای مذهبی زیبا تبدیل می‌کند. ولی او از هر سنگی استفاده نمی‌کند. Ну, більшості я, коли, наприклад, вибираю каміння в Карпатах, то я дуже багато перебираю, тому що я من خیلی تو انتخاب سنگ وسواس دارم. اونها رو تو کوههای کارپات پیدا میکنم. فرم سنگی که انتخاب میکنم بسته به تصویری که تو ذهنم دارم. به معنای دیگه همیشه قبل از کشیدن شمایل، داستان و تصویرش تو ذهنم هست. به خاطر همین پیدا کردن سنگ مناسب وقت میبره. فرم این سنگ برای مثال این حالت رو به شمایل میده که انگار تو هوا داره پرواز میکنه، چون پایینش باریکتر میشه. بعد از اینکه یوری سنگ ایدئالش را پیدا کرد، سطح آن را با یک لایه شفاف می‌پوشاند تا تمام سوراخ‌های طبیعی سنگ را پر کند. سپس با تمپرا یا چسب رنگ روی آنها نقاشی می‌کند. کشیدن هر شمایل تا 2 روز طول می‌کشد، ولی یوری می‌گوید وقتی سرحال است، گاهی می‌تواند 2 شمایل در روز هم بکشد. قیمت هر شمایل حدود 200 تا 300 هرونیا معادل 10 تا 15 دلار است. یوری میگوید کارهای او در بین مشتریان محلی سریع محبوبیت پیدا کرد و در چند سال گذشته تقاضا برای آنها کم نشده. لیلیا کوزی یکی از این شمایل ها را به عنوان کادوی عید پاک انتخاب کرده. چیزی که توجهمو جلب کرد این بود که این تصاویر مقدس روی سنگ کشیده شدن. چیزی که تا حالا ندیده بودم. اصولا اونا رو روی چوب یا پارچه میکشن. باید برای دوستام کادوی عید پاک بخرم و این بهترین کادوه. در غرب اوکراین مسیحیان ارتودکس و مسیحیان کاتولیک یونان عید پاک را یک شنبه 12 ماه آوریل جشن میگیرند. نازنین پایدار، صدای آمریکا.